دیگه مورد چی؟ دیگه مورد این که گاهی وقتا ما از یک حروف استفاده میکنیم، از یک حروف استفاده میکنیم برای گفتن یک عدد. مثلا شما میبینید که نوشته فلانی نمیدونم انقدر فن، یا مثلا پیجش لایک شده، یا نمیدونم همچین چیزی. مثلا یه صفحه رو نگاه میکنم خواهیم میبینیم که چند نفر اینو دارن مثلا دنبال میکنه برنامهش رو، یا مثلا صفحهش رو میبینیم که نوشته مثلا 5K. K به معنی 1000 هستش، اوکی؟ یا همون کیلو، از رو کیلو میاد. آره از رو کیلو میاد، اوکی؟ K از رو کیلو میاد، به کیلو هم نمایشگر 1000 هستش. پس اگر یه جایی نوشته 5K یا 5.2K یعنی 5200، اوکی؟ K به معنی 1000 هستش و M به معنی میلیون هستش، در واقع نشانگر یا اون جایگزینی هست برای میلیون، که اینها رو هم به هر حال بهشون زیاد برمیخوریم. برای 100 و اینها دیگه به هر حال مینویسیمشون، خیلی جا نمیگیره مینویسیمشون، ولی برای مثلا 1000 و یا مثلا میلیون از K و M استفاده میکنیم و کارمون رو راحت تر میکنه. حالا مثلا توی ویو های مثلا یک ویدیو نمیدونم چیزای مانند این، اون فضا به هر حال کم هست. یا مثلا لیست های، اگر ما داریم از لیست های نمیدونم توی اکسل و اینجور چیزها جا نداریم که همه صفرها رو بذاریم اون تون سلول های مثلا اکسل، از K یا از M استفاده میکنیم و کار رو خیلی اینجوری راحت تر میکنیم. اوکی، به هر حال اینها نکات پراکنده و یا شاید هم مرتبط بودن در رابطه با عددا. حالا از شمردنشون داشتیم، کسری و نمیدونم اشاری و توان و همه این چیزایی که حالا به ذهنم رسید و فکر کنم مواردی بودن که برای در ابتدا باید بهشون آشنا باشیم، اینها رو توی این درس آوردم. امیدوارم که از وقتی که گذاشتید و درس رو دیدید لذت برده باشید و اونقدر دوستش داشته باشید که حداقل به دوستانتون پیشنهادش کنید حداقل یک بار ببیننش. چون گفتم در ابتدای ویدیو هم معمولا عنوان ویدیو خیلی مشخص کننده است. وقتی می‌بینی مثلا یعنی نوشته اعداد در انگلیسی یا شمارش یا نمیدونم همچین چیزی، میگه بعد نمیریم سمتش. اما خب باید این انگلیسی ها میگن کتاب رو از روی جلدش نباید چیز کرد، قضاوت کرد. امیدوارم که با دیدن ویدیو ازش مطلب یاد گرفته باشید و احساس کرده باشید که مطلب داشت. اگر هم که نداشت باز خوشحالم، حداقل فهمیدید که چیا رو بلدید. اوکی، امیدوارم که اوقات خوبی رو در پیش رو داشته باشید حداقل، و شما رو توی ویدیو بعدی ببینم. تا اون موقع پیروز و شاد باشید.